آمادگی ها برای ویرانسازی جایداد که شهرداری کابل آن را آخرین مانع فراراه ساخت جاده کابل لوگر در این منطقه می گوید. امروز ما آمدیم که برای از اینا بفهمانیم که منافع عامه و قانون مملکت بالاتر از یاغیگری یک فرد است. از این گفته ها و آغاز ویرانسازی این جایداد دیر نمی گذرد که مالک جایداد از راه می رسد و در پی سنگباری او شمار از باشندگان دیگر این منطقه بجز باشندگان این محل دیگران اینجا را ترک می گویند و کار ویرانسازی نیز متوقف می شود. چاول دیده تا ورزو دی سر ما پاهمت که وقت را که یو افته تا دیده وقت و گیسته وقت را کرده و ننی وغرزاو بچاند ولو ما شمانو نتاست حیا ندرزی یا افغانستان په کوم قانون کې دا راغلي چې باغه کور کې دی غبي او ته بلدوزر ورچو غراز. شهردار کابل و مالک جایداد دیدگاه های متفاوت در پیوند با استملاک این جایداد به دست می دهند. پول استملاک از این خانه ماها قبل و بدیل جایدادش ماها قبل فیصله شده بود، برشان داده شده بود، اما پروژه را متوقف ساخته بودند. ما تنها امو بدیل استملاکی ما تنها موضوع پولیش گرفته. یعنی شما که جایداد یک کس را تخریب میکنید قانون برای او تعریف کرده که یک نوع زمین برای او بده. ما سه بلاک مشترک تفاهم کردیم با شهرداری کابل که برای حدودا 27 یا 28 جایداد شما توزیع بکنن که عملا زمین در سر جایداد وجود داره. اینی یک حق ماست که تا بال به ما داده نشده. این باشندگان ناحیه هشتم میگویند که افزون بر مالک این جایداد چندین خانواده دیگر نیز بدیل جایدادشان را که ویران شده است نگرفتند. قرار به این بود که ما 27 خانه را برشان تخریب کنیم، یک خانه را بانیم تا وقتی که حق و حقوق تمام مردم از شهرداری برشان بتن یک خانه را ما تخریب میکنیم که این خانه را امروز غیر قانونی یا تخریب کردن، حق و حقوق هیچ نفر را ندادن. این از خود ما خانه ما 2 سال میشه که تخریب شده. شهرداری کابل میگوید کسی که پول بدیل جایدادش را به دست بیاورد نمیتواند مانع کار پروژه شود. مسئولان این نهاد میافزایند که شهرداری کابل در رحمان مینه در آینده بلاک خواهد ساخت و با پس گرفتن پول جایداد بدیل به مالکان جایدادها یک نمره امتیازی خواهد داد.